آریتمی قلبی آیا جزء بیماری ها محسوب میشه یا اینکه یک هشدار و زنگ خطریه ادامه ویدیو رو نگاه کن زمانی که ریتم قلب از حالت عادی خارج میشه اصطلاحا گفته میشه آریتمی قلبی در حالت عادی قلب ما هر دقیقه 60 تا 100 تا میزنه اما وقتی که بیشتر از این حالت باشه گفته میشه تا کی کاردی اگه پایین تر از 60 تا باشه میشه برادی کاردی هر دو جزو آریتمی های قلبی به حساب میان که هر کدوم علت مخصوص, مخصوص به خودشون رو دارن و درمان مخصوص به خودشون علت رو با هم بررسی میکنیم کمخونی های شدید که باعث میشه قلب نتونه خوب خون و پمپاژ کنه به همه قسمت های بدن و با تپش های زیاد داره یک علامت میده که اینجا یک کمخونی وجود داره و با رفع کمخونی تپش قلب هم درمان میشه استفاده افراطی از مواد غذایی ناسالم و نوشیدنی های ناسالم مثل چای، قهوه، نسکافه که دارای نیکوتین و کافئین خیلی زیادی هستند و به قلب فشار زیادی رو میارن. رژیم های نادرست لاغری فرد رژیم میگیره یه مدت لاغر میشه و بعد دوباره رژیمش رو رها میکنه و بعد به اون وزن اولش برمیگرده این رژیم های نادرست تکرار کردنش باعث آسیب زدن به قلب و نشونه اولیش با تپش های قلبی شروع میشه کمبود ویتامین‌ها و مثلا کمبود عنصر آهن باعث کمخونی میشه و نتیجهش میشه تپش قلب پس اهمیت داره که ما رژیم غذایی رو داشته باشیم که از تمام گروه های غذایی داخلش باشه مورد آخر که بسیار اهمیت داره و از همه موارد گفته شده مهمتر هست استراب و استرسه اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بوده حتما لایک یادت نره افراد خیلی زیادی هستن که نیاز دارن به این اطلاعات تا مشکلشون رو حل کنن گاه هم با یک مورد توصیه فرد مشکلش حل میشه پس حتما این ویدیو رو لایک کن تا افراد بیشتری بتونن استفاده کنن بریم سراغ درمان ها برای درمان این مشکل حفظ آرامش از اهمیت خیلی زیادی برخورداره کسی که خودش آرومه قلب آرومی هم داره در گذشت زندگی کردن باعث افسوس تو آینده زندگی کردن هم به فرد استرس میده خوش به حال کسانی که در زمان حال زندگی میکنن و همین لحظه رو دریافت میکنن بهترین آرامش رو به فرد میده پس آرامش داشتن یکی از راه های درمان تمام بیماری ها محسوب میشه کسی که تپش قلب داره مواردی که بهش کمک میکنه باید از یه سری های استفاده کنه که ترمیم سیستم عصبی بدنش رو میده مثل استفاده کردن از میوه نسترن اینو ما تجربه کردیم روی بیمارانمون و بعد از گذشته یکی دو هفته اثرات مثبت اونو دیدن یعنی دیگه نیازی نداشتن دارو استفاده کنن دمنوش نسترن، دمنوش بهار نارنج و اگر در دسترس داشتین دمنوش بیدمشک کمک خیلی زیادی به فردی که این مشکل داره و چون تجربیات زیادی تو این مورد داشتیم تاکید زیادی به این قضیه داریم استفاده از گلاب خیلی عالیه شما میتونید موقع خواب روی بالشت خودتون اسپری کنید بو کنید و اینکه روی صورتتون اسپری کنید روزانه 14 بار انجام دادن این کار بسیار بسیار آرامش میده به فرد و معمولا بیماران ما خودشون این نکته رو متذکر میشن که من با این روش بهتر نتیجه گرفتم نرمش و ورزش روزانه کسی که این مشکل داره چند تا کارو باید انجام بده حتما تو یک سطحی که صافه دوچرخه سواری آروم داشته باشه پیاده روی آروم داشته باشه تاکید میکنیم حتما پیاده روی دوچرخه سواری و نرمش حتما روزانه باشه و اینکه با آرامش همراه باشه بسیار حرکات آروم داشته باشن و در سطح صاف انجام بشه طبیعت رفتن بهترین کار طبیعت رفتنه هم آرامش میده باعث دفع انرژیهای منفی میشه و دریافت انرژی مثبت هر نفس عمیقی که فرد در طبیعت میکشه باعث سمزدایی بدنش و کارکرد بهتر قلبش میشه توصیه دیگه که براتون داریم اینه که با پای بدون جوراب و کفش روی سنگها راه برید سنگهای خیلی ریزی که کنار رودخونه هستن مراقب باشیم که شیشه اینا نداشته باشه روی این سطح را رفتن جریان خون قوی میکنه باعث سمزدایی بهتر ارگان بدن میشه و کاملا یک راه درمانی فوق العاده هست میوه هایی که فرد میتونه استفاده کنه برای تقویت قلبش و کلا برای مشکلات قلبی مخصوصا تپش قلب استفاده از گلابی سیب و به به ها حتما جدی بگیرید و اینکه روزانه حتما ازش استفاده کنید یکی از بهترین تقویت کننده های قلب هست انگور سیاه همینطور چون ریزم و های بدن رو جبران میکنه و افرادی که مشکل تپش قلبشون از کمبود ویتامین ها هست کمک زیادی بهشون میکنه مورد بعدی شما میتونید از روغن سیاه دونه یا شونیس کمک بگیرید روغن سیاه دونه یک واحد و یک واحد هم اصل با کیفیت با هم ترکیب کنید و صبح ناشتا میل کنید این باعث تقویت قلب میشه حتی کسانی که افتادگی دریچه میترال هم دارن این کمک خیلی فوق العاده بهشون میکنه اگه روغن سیادونه در اختیار نداشتید میتونید از خود سیادونه استفاده کنید به این صورت که نیم کنید با اصل ترکیب کنید و یک قاشق مرابخوری صبح ناشتا ازش میل کنید به صورت اورژانسی وقتی فرد این مشکل داره در حال شرایط خیلی آرومی بشینه و افکارش رو کنترل کنه این خیلی مهمه افکارش از منفی ها بیاره به مثبت یعنی جایگزین افکار منفی افکار مثبت داشته باشه یاد خاطرات شیرین زندگیش باشه و کلا سعی کنه با افکار مثبت جایگزین داشته باشه یه شرایط اورژانس باید سریعتر خودش رو جمع و جور کنه و به خودش مسلط باشه یا اینکه فکرشو مشغول موارد دیگه باشه یعنی تمرکز ذهن رو از اون موضوع برداره و ده تا آروم نفس عمیق بکشه این هم کمک خیلی زیادی بهش میکنه و اسپری گلاب تو این لحظه ها فوق العاده است به صورت اورژانسی گاهن میتونه این تپش قلب از اسید معده باشه شما به صورت اورژانسی برای کنترل این مشکل میتونید یه عدد سیب و کامل بجوید یا یک استکان عرق نعنا استفاده کنید و اینکه ویدیوی مشکل دستگاه گوارش ما رو حتما ببینید که ما کامل به این قضیه پرداختیم کسی که تپش قلبش از کم خونیه حتما این نکات رو رایت کنه شما میتونید از شربت اصل کمک بگیرید یه شربتی که تشکیل شده از مقداری گلاب مقداری لیمو ترش تازه و اصل با کیفیت به سرعت کم خونی رو برطرف میکنه و خون سالمی از نوشیدن این شربت اصل به وجود میاد و روزانه هفت عدد انجیر خیسانده در گلاب هم رفع یبوست میکنه ریزم و, و کمبود ویتامین ها رو تو بدن جبران میکنه روزی سه عدد خورما بخورید هفت عدد زیتون همراه غذاتون میل کنید و انگور به اندازه کافی میل کنید میوه تازه و اون چیزی که خیلی عالی برای کمخونی جواب میده استفاده از نخودابه دستور پختش هم خیلی راحته شما میتونید نخود تو آب بپزید و مقداری ادویجات اضافه کنید پیاز رنده شده بهش اضافه کنید و اجازه بدید کاملا جا بیفته روزانه یه پیاله استفاده از نخودا فوق العاده برای رفع انواع کمخونی ها ویدیوی کامل درمان کمخونی رو حتما براتون میذاریم برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو ذخیره کنید بفرستیم برای کسانی که واقعا بهش نیاز دارن